السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. همه ما تو زندگیمون کوتاهی هایی داریم، کوتاهی در حق پدر و مادر، کوتاهی در حق اولاد، حق همسایه، حق خودمون، حق خدا. بالاخره انسان یه موجود اجتماعیه، دور تا دورش هم حقه. خیلی آدم تو این حقوق کوتاهی میکن. امام سجاد یه رساله دارد به نام رساله حقوق، 50 تا حق اونجا آورده. حق چشم، حق گوش، حق پا، حق دست، حق شکم، حق قوای جنسی، حق همسایه، حق معلم، حق شاگرد. 50 تا یه رساله است به نام رساله حقوق. بدون تردید هر کدوممون اگه بشینیم فکر کنیم تو کوتاهی هایی که تو حقوقمون داریم، حتما یه صفحه پر میشه اگه دفتر نشه. بنده شما، خب امام سجاد در دعای 38 صحیفه سجادیه از 7 مورد از این کوتاهی ها از خدا عذرخواهی کرده. خیلی عجیبه این دعا، اسمش از دعای عذرخواهی. امام سجاد از 7 تا کوتاهی در حقوق داره عذرخواهی میکنه. اولیش این بود: اللهم اینی اعتذر الیک من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره. خدایا من اولین عذرخواهیم از تو اینه، اگر یه مظلومی پیش من به ظلم شد، منم فهمیدم به ظلم شد، ازش دفاع نکردم، فهمیدم گرون بهش فروختم، فهمیدم کلا سرش گذاشتن، فهمیدم حقشو خوردن، ولی هیچی نگفتم، از تو عذر میخوام. اولین عذرخواهی من از اینه که به کسی ظلم شده باشه و من سکوت کرده باشم. 2، و من معروف استی الی فلم اشکره. خدای من از تو عذر میخوام، یک کسی به من یه خدمتی کرد، بابام، مادرم، پزشک، معلم، به من یه خدمتی کرد، من تشکر نکردم، سرمو انداختم پایین رفتم، نبخم دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. پس معلومه اینم یه کوتاهیه. 3، و من مسیع اعتذر الی فلم اعذره. خدای عذر میخوام، یکی اومد پیش من عذرخواهی کرد، گفت ببخشید ما غیبت شما رو کردیم، ما فلان حرف و پشت سن، ولی من نبخشیدمش. حالا رفتیم 4، اللهم اینی اعتذر الیک من زیفاقت سألنی فلم اعذره. خدایا 4 عذرخواهی من از تو اینه، یک گرفتاری پیش من اومد، منم میتونستم گرهشو بکنم، نکردم، عذر میخوام اگر کسی به من مراجعه کرد
مشکلی داشت دستم می اومد را بندازم و ننداختم. من زیفاقت الفاقه یعنی فقر، گرفتاری، گرفتار بود. سألنی به من رو انداخت، یه تلفن من کارش را مینداخت، یه نامه من کارش را مینداخت. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ مرتضای هایریشون سال 66 فوت کرد. خیلی هم با انقلاب میونه ای نداشت، ولی خیلی میدونید استاد مقام معظم رهبری بوده، آقام خیلی دوستش داره، پسر عاشق عبدالکریم رئیس حوزه بود دیگه. من خیلی پشت سرش نماز خوندم. 66 فوت کرد، تشییع جنازه ایشو تو قم بالا سرم دفن. ایشون انقلاب که پیروز شد، خب کارهای اجرایی نیامد، یه گوشه بود، ولی خب خیلی مردم بهش مراجعه میکردن که میگه آقا شهرداری به من مالیات نوشته. میگه بیا، یه کاغذ انقدی داشت مینوشت، شهردار محترم قم به ایشون تخفیف بده، امضا میکرد بهش میده. یکی میاد میگه آقا سازمان آب سنگین بر ما نوشته قرض، رئیس سازمان آب به همه نامه میداد. یه وقتی که بهش گفت آقا این نامه‌ای که شما میدید بعضی از این رئیس اداره ها مشاله میکنن میزن تو سطح. بعد گفت چند تاش میگیره؟ گفتم مثلا از 10 تا 4 تا 5 تاش و همون بس دیگه. بس من مینویسم حالا. خیلی مهمه آقا. ببینید من یه وقتی این روایت از امام حسین دیدم خیلی عجیبه. فرمود مراجعات، من خودم خیلی مراجعه دارم، هر کجا بریم نامه نمیدونم، وام میخوام، قسط میخوام، نمیدونم یکی شوهر میخواد، یکی زن میخواد، یکی خونه میخواد، نامه زیاد به ما میدن. من واقعا گاهی شهرها که میریم مثلا 100 تا نامه، با اینکه حالا ما مسئولیتی هم نداریم. یکی از علما گفتم این روایت خون دیگه خود آروم شدم. گفت امام حسین فرمود مراجعات مردم به شما نعمته، نعمت رو از خودتون نرانید. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير. بله، آقا امام کاظم یه کسی اومد پیشش، مانی شهر ری شما، این تهران که میدونید به کار نبوده، ری اول بوده بعد تهران درست شده، شهر ری سابقه قبل از اسلام داره. از این شهر ری یه نفر آمد خدمت امام کاظم، گفت آقا این فرماندار ری، ری هم یه محرم مهمی بوده، عمر سعد به عشق اینجا اومد کربلا، خدا لعنتش کنه. فرماندار ری گفت آدم خوبی آقا، زمان امام کاظم ها دیگه کربلا تمام شده، یه مالیاتی برای من نوشته من نمیتونم بدم، میشه شما سفارشی کنی؟ آب همون قلم و کاغذ بیارید. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی نامه شدید چقدر جالبه، ننوشت این مشکلش چیه ها، نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، آقای فرماندار ان لله تحت عرشهی ظلا لا یسکنه الا من اسدا الى اخیه معروفا او نفس عنه کربه او ادخل فی قلبهی سرورا و السلام موسی بن جعفر. هر دو برو. حالا نامه چیه؟ آقای فرماندار خدا یه سایه رحمتی داره رو سر کسی رو میندازه که دل مردم رو شاد کنه، غم مردم رو ورداره، مشکل مردم رو حل کنه. گفتم آقا این ننوشتید که ما گفتم همین برو ورداره بفهمه کافیه. نامه رو برداشت، اومد به فرماندار، به دربان گفت به فرماندار بگید من نامه از امام کاظم دارم. فرماندار رو امام کاظم؟ بله. اومد بیرون از مقر رو فرمانداریش، گفت واقعا امام کاظم به من نامه نوشته؟ گفت آقا بیا این مهرشه. گرفت مثل بارون شروع کرد گریه کرد، گذاشت رو چشمش، هی بوسید، گفت راستی راستی یعنی امام کاظم اسم منو برد؟ گفت بابا نامه نوشته بهت. گفت چی میخوای؟ گفت مالیاتو. گفت بخشیدم. گفت خب گفت نه وقف صبر کن. تمام اموالشو فرموندار با این نصف کرد، تمام اموالشو نصف کرد. بعد میگه دیگه من انقدر توقع نداشتم، بالاخره آمدم سال بعد اومدم حج امام کاظم رو دیدم. ها بعد اینو پرسید، گفت شاد شدی؟ دلت شاد شد؟ گفتم آره آره بابا شاد شدم. اومدم خدمت امام کاظم، گفتم آقا دست شما درد نکنه، این نامه چه کار انداز بود. آقا فرمود والله لقد سر الله و سر رسوله، خدا رو خوشحال کرد، پیغمبر رو خوشحال کرد، مام خوشحالش میکنیم، یه روزی جبران این خوشحال. اینه
خیلی عجیبه آقا، الان تو جامعه متاسفانه این فرهنگ کم شده. اگر فرهنگ کار رو اندازی، نیاز مردم رو انداختن، یه وزیر ایرانی داریم، حالا اینا تو فضا مجازی میتونید مطالعه کنید، من سر قبرش رفتم، اصفهانه، اول اصفهانه، زینبیه اصفهان، صاحب ابن عباد، این قرن چهارم وزیر بوده موقعی که شیخ صدوق، این ابن باووی زنده بوده، ابن باووی مال قرن چهارمه، صاحب ابن عباد وزیر با سواد با شعور ایرانی، نویسنده قوی که کتابای شیخ صدوق یه سرشو به ایشون هدیه کرده. الان صاحب ابن عباد اصفهان رفتید بپرسید قبرشو، یه مسجد جامعه یه کنار اونه. صاحب ابن عباد مثل بوده در کمک به فقرا، شبی 1000 نفر ما رمضان افطار میداد، خیلی سخاوت. بهش میگفتن تو از کجا این سخاوت رو پیدا کردی؟ میگو از مادرم. گفتن چجور؟ گفت شبا که میخوابیدم مادرم یه درهم به میداد، میگو بذار زیر متکات، صبح که پامیشی اینو وردار به اولین فقیری که میبینی بده. اینقدر عادت کرده بودم تا صبح سر برم داشتم، این پولرم شرطی شده بود دیگه. میگفت که وقتی وزیرم شد مادرش مرده بود، میگفت بازم این پول زیر متکام بذارید، رسم مادرم از بین نره. خیلی ائمه ما عادت و کمال احسان، سجیت و کمال کرم. بله، امام حسین اومد دیدن یک مریضی به نام اسامه، حالا بماند که اسامه سابقه کوتاهی در حق امیرالمومنین هم داشته، با آقا بیعت نکرد، مخالفت نکردن با آقا، ولی بیعت عبدالله ابن عمر مخالفت نکردن، ولی بیعت هم نکرد. ولی امام حسین آقا اومد دیدنش، دید داره گریه میکنه، او چته؟ ناراحتی از مرض؟ گفت نه آقا، مرض که من بهم گفتن در حال احتضارم، میدونم میمیرم به این مرض، ناراحتم از این که 60,000 درهم قرض دارم، اگه من از دنیا برم این پولو زن و بچه‌ام چیکار کن؟ فرمود انا ضامن، قمبر برو پولو از منزل بیار. 60,000 درهم آورد و بیار این پول که تو راحت جان بدیره. اینه آقا، خیلی اصلا من یه چیزی میگم ببینید میشنوید چقدر ائمه ما. امام حسن مجتبی در حال طواف بود و اعتکاف تو مسجد الحرام، یکی صدای زد آقا رفت از مسجد بیرون، کفششو برداشت رفت. خودم اعتکاف که نمیدونم مسجد بره بیرون، شما دیدید که اعتکاف میکنن باید بمونی. حالا چه کار داشتیم بنده خدا؟ یه کسی پولی از این میخواست، اومده بود به امام حسن میگفت شما بیا سفارش کن، این یه خود مهلت به ما بده. ببین همیشه هم پول نی، گاهی اعتباره، گاهی اعتباره. امام حسن رفت دنبالش، وقتی برگشت ابن عباس داخل مسجد بود، گفت آقا یادت رفت معتکف بودی؟ فرمود نه، من میدونم برای اصلا رفتی بیرون. فرمود از جدم رسول خدا شنیدم کار یه مؤمنی را بندازی از یک ماه اعتکاف بالاتره، یک ماه و یک هفته طواف و 2000 رکعت نماز مستحبی. شما بخونید دیگه، یکی شروع کنه ببینه 2000 رکعت نماز مستحبی چقدر وقت میگیره. اگه نمیخوایدم بخونید 2 رکعت شو بخونید، ضرب در 2000 کنید، ضرب در 1000 کنید. اگه 2 رکعت ببینید حداقل 15-16 ساعت وقت میخواد. بله، خدایا من از تو عذر میخوام اگر گرفتاری به من مراجعه کرده، من از می آمده کارش را بندازم اما انجام ندادم. من زی فاقت، معلومه اینا فرزندان اون حضرت زهرایی هستن که 3 شب نان به یتیم و مسکین و اسیر داد، خودش به آب افطار کرد و یه سوره نازل شد، سوره هل اتی. بله، انما نطعمکم لوجه الله، اصلا تشکرم نمیخوایم، اصلا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. آقایون روایت داریم بعد از نماز چیزی بالاتر از شاد کردن قلب مؤمن نیست. شاد کردن قلب نه لغو و بیهودگی و مثلا خدا، الان بعضی به این بهانه این حدیث جمع میشن گاهی حرفای نه، اینا که نه، یعنی غمی رو از دلی برداری. آقا این قصه رو خوب گوش بدید، ابا عبدالله الحسین فرمود، فرمود من معنای این حدیث رو لمس کردم. خوب گوش بدید این قصه رو،
فرمود من معنای این حدیث رو لمس کردم. گفتن آقا چجور؟ فرمود من یه روز امام حسین فرمود نماز خوندم، از خانه آمدم بیرون، دیدم یه غلامی نشسته سفرم دستشه. خیلی داستانش قشنگی. خود امام حسین فرمود دیدم این غلام قدیما برده بود دیگه، مثلا فلانی برده یا نظام برده داره دیگه، برچیده شد. دیدم این برده و غلام سفرهشو باز کرد، سه تا قرص نان توش بود بشینه نون بخوره. یه مرتبه یه سگی رسید جلوی چنباده، سگ گرسنه. این یه نونو انداخت برای این حیوان، حیوان خیلی گرسنه بود، نونو خورد. دومی رو انداخت خورد، سومی رو انداخت خودش گرسنه، سفرهشو جمع کرد گفت خدا ببین من نخوردم، من این حیوانو سیر کردم، تو هم حاجت منو بده. سگم رفت. آقا گفت من دیدم چی کار کردی، سه تا میتونی یک شب دو تاشو بخوری، همه رو به حیوان، دیدم چه کار کردی، اون حاجتی که به خدا گفتی دارم چیه؟ گفت آقا من بردم، دوست دارم آزاد بشم برای خودم زنده. آقا فهمون قیمتت چقدره؟ برده اون موقع قیمت داشت. گفت آقا 200 درهم. آقا 200 درهم برداشتن بریم من آزادت کنم. فرمود آقا این غلام رو با این 200 درهم به من بفروش. گو آقا شما تا اینجا اومدی من از شما پول بگیرم آزادش کردم. آزادش کرد. آقا فرمود پس بیا این 200 درهم مال خودت، اینم برو به کاری بزن. خیلی غلام خوشحال شد. خیلیاتون جوانید، از همین الان تو زندگیتون پایه اینو بذارید که کارگشایی برای مردم کنید. خدا هم کارتون رو میگشاید، گره از کارتون باز میکنه. ببینین وعده قرآنه. ما بله الان یکی میاد پیش من میگه آجا آقای مثلا 5 میلیون به من قرض بده، من برام زیاد پیش اومده، مثلا آشناها بستگان میان 2 میلیون 5 میلیون قرض میدید، یه سال دیگه میاره. اول چیزی که گردن من میاد خمسشه، چون یه سال پول پیشش مونده میاره، من یه تومنش میبرم میدم خمس میشه 4 تومن. قدرت خریدشم که حتما میاد پایین. شما الان به من 5 میلیون به شما بدم سال دیگه از شما بگیرم دیگه اون پول انقدر نیست. خب اما یکی میاد میگه 5 میلیون بگی 3 تومنم سودش 8 تومن. به هر که بگی این بیشتره یا اون میگه این بیشتره. 5 تومن بدی 8 تومن بگیری بیشتره یا 5 تومن بدی 4 تومن؟ ولی خدا برعکس میگه، میگه اون 8 تومنه اصلشو نابود میکنم اما اینو افزایش میدم. خدا میدونه عقیده هامون سوس شده. آقا ببین من یه دو تا کلمه شما یاد نه امشب حفظش کنید، سوره بقره است. یمحق الله الربا، اونو نابود میکنم و یرب صدقات، اما اینو افزایش میدم. حالا شما باور داری داشته باش نداشته باش. خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی رو. من میرفتم تو فیضیه، یکی طلبه جلو میگیره گفت میخوام نون بخرم پول ندارم. 5000 بودون بگارم، 5000 الان اصلا نیست دیگه. گفت 5000 داشتم. گفتم بیا. گفت رفت. گفت وارد حرم شدم یکی از آقایون علما اومد خارج بشه، اومد به من دست بده، دیدم دستش بود مال باشه. رفت نگاه کردم 5 تومنه، یعنی 10 برابر اون در واقع 5. گفت وارد حرم شدم، ایشون فرمودن اصلا حواسم هم نبود. میگه یک دی از دوستانم گفت آقا ما مهمان برام اومده، دستم آج آقا خالیه خالیه. گفتم بیا با این 5 تومنه که من داده وارد. میگه برگشتم اسم برد یه کسی رو، گفت یه بنده خدای پول داده بود به طلبه‌ها بدید، این مال شما. میگفت نگاه کردم 50 تومنه. میگفت دیگه یادم افتاد. میگفت 5000 خدا شاهده. میگفت 5 تومن 5 تومن 50 تومن. بله اینا باور میخواد، اعتقاد میخواد. ببینید امام جواد الان خیلی مردم خمس نمیدن، به شما بگم پول دارا اون اگه خمس بدن مردم خیلی مشکلات حل میشه. امام جواد 3 مرتبه فرمود شما خمس بدید، خمس بدید، خمس بدید، من تضمین میکنم مالتون افزایش پیدا کن. کلا سرتون نره، نگی 20%شو میگم کم میشه، به خدا افزایش پیدا میکن. نگی اینقدر خدا، اصلا یه چیزی به شما بگم، صدقه چند برابر ثوابش؟ 10 برابر. از صدقه به عشر. قرض 18 برابر. از امام معصوم سوال کردن آقا چرا قرض بیشتره؟ چون قرض بر میگرده، صدقه بر نمیگرده. فرمود تو صدقه عده دروغ میگن، ممکنه واقعا محتاج نباشه میاد شما بهش میدی، اما اون که میاد قرض بگیره محتاجه. اون که میاد میگه قرض بده، میگه پس میدم، محتاجه. فرمود دلیلش اینه
تو قرض احتیاج واقعیه، اما تو صدقه واقعی نیست. حدیث رو بخونم، کامل بخونم. از صدقتو به عشره، صدقه 10 برابر، ول قرضو به 8، قرض 18 برابر، و سلتو سله رحم 24 برابر. چقدر سله رحم اهمیت داره. خب خستتون نکنم عزیزانی که دیرتر رسیدید، داریم عذرخواهی های امام سجاد رو از خدا میگیم، تا حالا 4 تاشو گفتیم. خدایا از تو عذر میخوام. 1، مظلومی پیش من به ظلم بشه من سکوت کنم. 2، کسی به من خدمتی کنه تشکر نکنم. 3، کسی از من عذرخواهی کنه قبول نکنم. 4، کسی گرفتاری مالی داشته باشه به من مراجعه کنه و من کمکش نکنم. حالا عرض کردم، ببینید گاهی از اوقات من خیلی پیش اومده، مثلا یکی میاد پیش ما توی قم، چند بار پیش اومده بعضی آقایون میان میگه دختر پسرم دعواشون، میگم خب، میگه شما بیاین نصیحتشون کنین دوباره درست هم میشه. یعنی خیلی از اوقات ما یه وقت خدمت آیت الله رو بعجت بودیم، یه چند تا جوونا، یکی از این جوونا آقا نصیحتی کنید، آقا عزیزم نمازاتو اول وقت بخون. اومدیم بیرون گفت عجب حرفی زد آقا، من دیگه نماز اول وقت ترک نمی کنم. گفتم پدرم عرضه، من که تا حالا 100 بار این حرفو بهت زدم، بابات هم بهت گفته. ببین وقتی بهجت میگه یه اثری روی این داره، دقت میکنین؟ یعنی 100 نفر به این خانم میگن وسواس بذار کنار، ولی وقتی یه عالمی بهش میگه میذاره کنار. میخوام بگم اینی که آدم گاهی ازش میاد از آبرو مایه بذاره، گاهی از زبانش، گاهی از قلمش، گاهی از نامش، هر کسی اعتبار تو جامعه داره دیگه، یکی از مالش، این اعتباراتونو خرج کنید برای مردم، اینا رو ارزش بدونید. تا میتونید گره از مردم بگشایید. روایت میفرماید 2 چیز از زیر آسمان از اون بالاتر ما نداریم، شیئان لیس فوقهما من البر شی، 2 چیزه که از اون بالاتر نیست، الایمان بالله و نفع للاخوان، یکی ایمان به خدا و یکی خدمت رسانی به مردم و بار از دوش مردم برداشتن. این نکته ایست که تو سیره ائمه ما بوده. همین آقا امام سجاد علیه السلام، یک کسی میگه من دم آقا داره میره، غروب بود، یه چیزی هم رو دوششونه، بودم آقا کجا داشتیم برید؟ هم مسافرت، آمر مسافرت دی به ماش، انشالله خیر باشه. فردا صبح دم آقا تو مدینه است. گفتم آقا این چه سفری بود که من دیشب شما رو دیدم صبح همون رفتم برگشتم، سفر آخرت. گفتم چه سفر، داشتم نون میبردم در خانه فقرا، سفر آخرت. اینا خیلی تسهیل میکنه امور قبر انسان رو، امور زندگی انسان رو، گره هایی که تو زندگی انسان هست باز میکنه. شما نگاه کنید عزیزان، جمله بهتون میگم شما از من یادگاری بگیرید، خدا تو قرآن میگه به 2 گروه باید کمک کرد، و فی اموالهم حق معلوم، شما تو مالتون یه بخشی رو مشخص کنید، و فی اموالهم حق معلوم، این غیر از خمس و زکات و ایناسا، یه بخشی، و فی اموالهم حق معلوم، ادامهش چیه؟ چرا برای 2 گروه میگه لسائل و المحروم؟ سائل یعنی اون که دستش درازه، روش میشه، حالا راست یا دروغ میاد میگه. محروم امام صادق فرمود یعنی عیالواری که روش نمیشه بگه، شما باید بری پیداش کنی، خودت باید بری شناساییش کنی، این میشه محروم. لسائل و المحروم، به همین جهت 2 گروه رو خدا توی قرآن در واقع به عنوان حق معلوم تعیین کرده. خدایا به هممون دست دهنده بده، بدن سالم بده، چشم اشکبار بده، زبان خیرخواه بده، چشم پاک بده، انشاءالله.